هشتمین دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه به پایان رسید. این مذاکرات در چند شب گذشته تا ساعت‌های 1:30 شب نیز ادامه داشتند. اکنون قرار است که نمایندگان دو طرف درباره موضوعاتی که چندین روز به بحث گرفته بودند با رهبرانشان مشوره کنند. د نړیوال ټولنې استازي د ناتو د غړو هیوادونو استازي هغه به پکې موجود وي، د دواړو لوریو زامنین یا ضمانتونه هغه به پکې موجود وي، او د دې سترې غونډې په رابللو سره به د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کیږي. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یادداشتی در صفحه تویترش میگوید که امریکا برای صلح در افغانستان میکوشد و رهبران تمامی طرفهای جنگ در افغانستان باید این موضوع را با قلبهایشان بپذیرند. متاسفانه که آقای خلیلزاد گاهی وقت متناقض و گاهی وقت دور از واقعیت‌های افغانستان اظهارات میکنند. معنای این صحبت‌های خلیلزاد امیز که امریکا پایش از جنگ افغانستان میکشه، دیگهش هم اسپاره برای مردم افغانستان. هرچند حکومت افغانستان از ایجاد یک هیئت گفتگو کننده همشمول خبر داده است، اما محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در صفحه فیسبوکش میگوید که اگر نقش احزاب و جریانهای سیاسی در هیئت مذاکره کننده نادیده گرفته شود، نتیجه مذاکرات پذیرفتنی نخواهد بود. اکنون حکومت افغانستان 35 زندانی طالب را از زندانهای ریاست امنیت ملی آزاد کرد. جز خون و خونریزی، جز کشت و کشتار، چیز دیگری ما ندیدند. یو صلح و آبادی و لا سروری سرور کول شی، در افغانستان طول و گری سریو شی. دو منبع نزدیک به طالبان در کابل میگویند که احتمال دارد توافق میان نمایندگان آمریکا و طالبان هفته آینده امضا شود.